سرخط خبرها و مهمترین ها. آتش بس طالبان و حکومت در بادغیز نقض شد. سقوط غزنی، داود لغمانی در میدان وردک بازداشت شد. از حمله متربم بر فرماندهی پلیس هلمند جلوگیری شد. نزاع ترک ها و سوری ها، خانه و دکان سوری ها در انقره تخریب شد و همچنان در پایان. حمید خراسانی با پرچم طالبان به پوسته های نیروهای خیزش مردمی در پنجشیر حمله کرده است. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. خبرگزاری 8 صبح کابل. دفتر رسانه های ولایت بادغیس می گویند که آتش بس میان حکومت و طالبان با حملات طالبان بر شهر قلعه نو مرکز این ولایت نقض شده است. حسام الدین شمس والی بادغیس در صفحه رسمی فیسبوکش نگاشته که طالبان با شکستن آتش بس بر بخشهایی از شهر قلعه نو حمله کردند، اما حملات آنان از سوی نیروهای امنیتی عقب زده شده است. وای افزوده است شهر قلعه نو تسخیر ناپذیر است. به نمایندگی از رهبری شورای هماهنگی بادغیس اطمینان می دهم که درس تاریخی به دشمن خواهیم داد. حدود 25 روز پیش در پی حملات گسترده طالبان برای تصرف شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس، با پادرمیانی بزرگان قومی طالبان و حکومت محلی بادغیس بر سر آتش بس توافق کردند که تا امروز برقرار بود. سقوط غزنی، داود لغمانی در میدان وردک بازداشت شد. منابع محلی در ولایت میدان وردک در گفتگو با خبرگزاری افق بازداشت داود لغمانی را تایید کردند. جواد مرادی، معاون والی میدان وردک گفت که لغمانی را با چندین نفر دیگر بازداشت کردند. میرویس سانگزای سخنگوی وزارت امور داخله هم تایید کرده است که لغمانی همراه معاون رئیس دفتر و همراهانش امروز پنجشنبه 21 اسد در ولایت میدان وردک توسط نیروهای پلیس امنیت داخلی این وزارت بازداشت شدند. در پی سقوط شهر غزنی به دست طالبان، منابع محلی در غزنی به خبرگزاری افق گفتند که این شهر در نتیجه معامله داود لغمانی و فضل احمد شیرزاد فرمانده پلیس این ولایت به طالبان واگذار شده است. نصیر احمد فقیری رئیس شورای ولایتی غزنی میگوید طالبان کاروان موترهای والی را با فیرهای شادیانه به سوی کابل همراهی کرده. طالبان صبح امروز پنجشنبه 21 اسد شهر غزنی را تصرف کردند. این دهمین شهر است که طی روزهای اخیر به دست طالبان میافتد. از حمله متربم بر فرماندهی پلیس هلمند جلوگیری شد. خبرگزاری 8 صبح کابل. وزارت امور داخله اعلام کرده است که حمله بزرگ متربم به طالبان بر مرکز فرماندهی پلیس ولایت هلمند خونسا شده است. در اعلامیه وزارت امور داخله گفته شده است که گروه طالبان روز چهارشنبه 20 اسد قصد داشت تا با یک موتر مملو از مواد انفجاری مرکز فرماندهی پلیس ولایت هلمند را منفجر کنند که پیش از رسیدن به هدف از سوی نیروهای امنیتی شناسایی و از بین برده شده است. به گفته پلیس طالبان قصد داشتند که با این حمله در شهر لشکرگاه فاجعه انسانی را رقم بزنند که پیش از رسیدن به هدف از سوی نیروهای امنیتی منهدم شده است. وزارت داخله تاکید کرده است که در این انفجار به کس آسیب نرسیده است. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفته است. حمید خراسانی با پرچم طالبان به پوسته های نیروهای خیزش مردمی در پنجشیر حمله کرده است. خبرگزاری 8 صبح کابل. شماری از باشندگان منطقه تاواخ ولسوالی آنابای ولایت پنجشیر می گوید که حمید خراسانی یکی از سردسته های افراد مسلح غیر مسئول با شماری از افراد چهارشنبه شب 20 اسد بالای پایگاه های نیروهای خیزش مردمی حمله کرده است. یکی از باشندگان محل که از افشای نامش خودداری میکند به روزنامه 8 صبح میگوید که افراد حمید خراسانی پرچم سفید طالبان را نیز با خود داشتند.
منابع امنیتی در ولایت پنجشیر حمله حمید خراسانی با سلاح‌های سبک و سنگین به منطقه تاواخ را تایید می‌کنند و می‌گویند که در زد حمله نیروهای خیزش مردمی حمید خراسانی با شمار از افرادش زخمی و از ساحه متواری شدند. مسئولان دولتی در ولایت پنجشیر با تماس‌های مکرر حاضر به پاسخگویی در این مورد نشدند. نزاع ترک‌ها و سوری‌ها، خانه و دکان سوری‌ها در انقره تخریب شد. در پای مرگ یکی از مجروحان، نزاع بین ترک‌ها و سوری‌ها در محله آلتنداخ در انقره پایتخت ترکیه، معترضان به خانه‌ها و دکان‌های پناهجویان سوری حمله کردند و دست به تخریب آنها زدند. خبرگزاری افاق. با گزارش بی بی سی، چاقوکشی در درگیری بین گروهی از سوری‌ها و مردم محلی منجر به بالا گرفتن تنش در روز چهارشنبه شده است. تظاهر کنندگان بعد از مدت به دو محله‌ای که پناهجویان سوری در آنجا اقامت دارند رفته و به خانه‌ها و دکان‌های حمله کردند که تصور می‌کردند صاحبان آنها سوری هستند. پلیس برای آرام کردن تظاهر کنندگان از آنها خواستند تا به حرف‌های کسانی که نمی‌شناسند و قصد تهییج تظاهر کنندگان را دارند توجه نکنند. در تصاویری که از این محله ها به دست آمده، حمله به دکان ها و غارت و تخریب اجناس آنها دیده می شود. بعضی از موترها را تخریب می کنند در حالی که در خیابان ها آتش افروخته شده است. رهبران احزاب سیاسی در بیانیه های از مردم خواستند آرامش خود را حفظ کنند. یکی از مقام های حزب عدالت و توسعه در تویتر خود نوشته است: جرمی که فرد دیگر مرتکب شده را نمی توان به دیگران نسبت داد. لیلا شاهین استا، رهبر حزب جمهوری خواه خلق، در تویتر نوشته است که مجرم مجازات می شود و کسانی که می خواهند اتحاد ما را از بین ببرند نباید فرصت این کار را داشته باشند. رهبر حزب جمهوری خواه خلق به مردم وعده داده که ما مشکل پناهجویان را حل می کنیم و حتما آن را معقولانه حل می کنیم. میمانهای من را با ساز و ضرب روانه می کنیم. لطفاً آرامش خود را حفظ کنید و به ما اعتماد کنید. دفتر فرماندار انقره اعلام کرده افراد خارجی که در چاقوکشی دست داشتند بازداشت شدند. تنش در این منطقه از روز سه شنبه شروع شد. پلیس در روز چهار شنبه حضور محسوسی در محله داشت. به نظر می رسد که 10,000 سوری در منطقه باطالقاضی زندگی می کنند. جمعیت این منطقه حدود 50,000 نفر است. ساکنان این منطقه گفتند که به گمان آنها تعداد دکانهای مهاجران در سالهای اخیر افزایش قابل توجه یافته است. از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. برای ویدئوی بیشتر و تازه‌ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدئوهایمان را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. روزتان خوش.